ممکنه شاید براتون اتفاق افتاده باشه که رفیقاتون شما رو به یه چالش دعوت کنن، مثلا دوستتون بگه که آره اگه این بازی رو ببری 100 تومن میزنم به کارته، یا اگه این بازی رو ببری مثلا باهات رل میزنم، یا اگه این بازی رو ببری شمارمو بهت میدم. ولی تو این بازی من یه اتفاقی برام پیش اومد که 1000 دلار برنده شدم. 1000 دلار. لیدر کلن اوجی منو به یه چالش دعوت کرد که گفت این کاستوم که توش تک موندی و اگه بتونی وین کنی، نگاه کن این تک به چند موندم، تک الان شد 10 نفر 9 نفر. خب خیلی، یعنی همشون رو زدم. خب لیدر کلنمون گفت که آقا اگه این بازی رو وین کنی 1000 دلار بهت پول میدم، یه چیزی تو مایه های 27 میلیون 30 میلیون یه همچین پولی. فقط ببین این بازی رو من چطوری وین کردم، یا کردم یا نکردم نمیدونم. داشت شوخی میکنم. سلام رفقا، مسید پانیشه هستم و خوش اومدید یه ویدیو گنگ دیگه. اومدیم یه کاستوم روم گنگ بریم و من میخوام این بازی رو براتون یه مقداری مغز بازی و گنگ بالا بازی کنم و بریم حال کنیم، لذت ببریم. نظرتون چیه؟ شاید باورتون نشه تو این بازی یه دوئلم یا با فیک بروکن بود یا با خود بروکن بود، نمیدونم. به نظرم نمیدونم، اسکین گوره خری پوشیده. مگه میشه بروکن اسکین گوره خری؟ حالا جلوتر خودتون ببینین، بعد بهم تو کامنت ها بگین فیک بروکن بود یا خودش بود، دیگه اون نظر با شما. ولی بیوای داشت میزد، موومنتش هم حق بود دیگه، حالا نظر با شما. این میتونستم کاورش کنم، تامنیلش کنم دوئل با بروکن گرامی. شوخی میکنم. خب الان اینجا یه داشمونو میزنیم، فقط نگاه کنین بوم. اصلا هیچی نفهمید. هالک ایرانی هستم، هالک ایرانی. داش نگاه کنین بچه ها، هیچ وقت اینجوری خط نگیرین، وقتی صدا پا میشنوین سریع کاور پیدا کنین. خب چون اون کسی که میخواد پوشتون رو بده مطمئنن چطوری پوش میده؟ طوری پوش میده که اصلا نبینینش. خب من که یه کلش هم بیرون باشه ممکنش توی همچون زاویه شما رو بزنه. حالا اینجا یه دونه پیک میدیم به این، بمیر دیگه، بمیر. آها مرد. خب این که مرد، بعد یه دفعه میان مفرم کنن. فقط ببین اینجا کاوری که به من میدن، دمشون گرم. خدای یارام حق، یارام حق، چه کاور حقی بهم دادن. حال کردم، دست مریضات، بنازم. نگاه کنین این بلک مارکت چقدر سگه. اینجا اصلا یه جونورایی هستن که اصلا کلن نمیدونی، بلک مارکت کلن گنگش بالاست. بعد بچه ها منتظر باشین، نگاه کنین این پنجشنبه این اتچمنت جدید بیاد، خب این گان جدید بیاد، من حوصله نداشتم برم مولتی حقیقتا بازی کنم. داشم جونور وایتی. آره دیگه، حوصله نداشتم برم مولتی بازی کنم، ایونت 47 هم رو باز کنم براتون، ویدیو اون هفت اتچمنت هست چیه اونو بذارم. خب ولی این 47 متی که بیاد یه اتش اونو تست میزنم، اون اتشمنت جدیده رو یه اتشمنت گنگ بهتون میدم، واسه اونایی که عشق 47 رو رایفل زدن دارن حال کنن. خب یه اتشمنت شاتگان هم دارم، خب که به نظر خودم وان شاته، یعنی اگه واقعا تستش کنین، خب یعنی مثلا اگه اتشمنت رو بهتون بدم خندتون میگیره، یه مسعود چیه داره استفاده میکنه، نگاه کنین کیلوزی به این میگن. همیشه یاد بگیرین، نگاه کنین بذارین یارتون بره، بعد اینکه خواست بره اینجوری با ماشین بزنین پرتش کنین، بعد برین خودتون کیلوشو بزنین. چالی میده، نگاه کنین لانگ بریلش هم برداشتم. فقط اینجا نگاه کنین امین این چیکار کردم، 2 تا لانگ بریل دارم. من اصلا شاتگان نمیزنم ولی لانگ بریل دوست دارم دیگه، گفتم کدومشو میخوای، یکیشو برده. وای نمیدونین چه حالی میده کیل دزدی. آره دیگه اینجوری هست که اونجوری هست. بعد حالا جلوتر نگاه کنین، اینجا هم گذاشته بودیم دنبال این بنده خدا، اینجوری داره با ماشین میره، گفتم به خدا ولت نمی کنم تا نترکونم، آخر سرم ترکوندمش. آره دیگه بذارین بوتم بزنم، اسمو بردم به دزدیمو یا علی دو برو که رفتیم. حالا جلوتر میریم میخوریم به یه اسکواد، میخوریم به یه اسکواد. ببین اینجا من چه فایت میدم، حالا دوباره بازی چند تا یارام میمیرن و ببین چیکار میکنن، اینجا دوباره ریوایو میشن دوباره میام. خب حالا همه اینا بگذاریم بریم جلوتر، نگاه کنین اسکواد دیدیم نرفتیم با ماشین وسطشون. خب من دارم میرم هایو بگیرم از یه موقعیتی که کلا میدونم، یعنی همه چی رو دارم میبینم باشون. خب یه دونشون رو زدیم و دیگه یارام دارن میزن، دیگه پیچیدم اونجا. خب یه نفر دیگه اینجاست، بریم اینو بزنیم. فقط این نمیدونم چرا اول دفعه یه مقداری بات به نظر میره. اون دیفندر رو زد تو صورتم، نیازی به دیفندر نداره، همینجوری میگیرم روش. داداش گلم، خب داداش گلم رو زدم، لانگ رنج تره کلا داش مسعود اصلا به پرکای طلایی چیز داره می. خب یه کیل دیگه هم اینجا ازش دزدیده. سلطان کیل دزدی از امین.
خب جلوتر بریم ببینیم اوضاع چه قراره. نگاه کنین الان اینجا دوباره اینجا یه فایت دیگه داریم، یارام درگیر میشن و من ببینین چطوری دوباره فایت میدم. یعنی اینا رو دقت کنین، به خدا تو بازی خیلی به کارتون میاد. نگاه کنین الان اینجا میخوام برم سوار، دیگه نمیخوان منو ببرن. نگاه میخوام برم سوار، دیگه نمیخواد منو، دیگه انقدر از زمین کیل دزدیدم دیگه نمیخواد منو ببره. بابا یه دونه کیل حالا زدیم دیگه، گناه داریم ما، مام ببر. بعد دیگه من گفتم بیخیال باشه منو نبرین. فقط خیلی دوست داشتم این نیدو بگیرم اینجوری بذارم به چاپرشون، ولی خب دیگه کاستومه دیگه، یه دفعه کلا همه چی به فنا میرفت. یه دفعه دیگه راشمونو میدادن. خب نگاه کنین الان راش اونا رو دو نفری دادن، دو تا از یارای ما راش اونا رو دادن. فقط ببین لیدر کلنمونه با یکی از بچهای دیگه. ببین الان اینجا یکیشون مرد، الان اون یکی هم میمیره. خب توی اینجور موقعیتی چجوری باید راش بدیم؟ اولا تا کسی وای نستاده نباید تیر بهش بزنیم. نگاه کنین من دیدم داشت بلند میکرد یارشو، گرفتم روش زدمش. خب بعد یه دیفندر میزنی تو صورت این، میری نزدیکش رو میزنی میترکنیش. حالا کیلو 141 بچه ها، حقیقتا من متیکشو ندارم خب، ولی الان روی این اکانت مثلا گان لژندشو ندارم، یه دونه اتچمنت معمولی براش میچینم ببینم مثل همین متیکش میندازه. اگه بندازه بهتون یه اتچمنت میدم، واسه به قول یکی از بچه‌ها که کامنت گذاشته بود آره واسه ما پیرمردان مثلا اتچمنت بذار، یه دونه کیلو 141 براتون میذارم که حال کنین. حالا این کیلو 141 رو که برداشتم بچه‌ها، خیلی اتچمنتش گنگ بود. خب دقتم نکردم اتچمنتش چیه، ولی میدونم این بهترم میتونم بهتون بدم. حالا این داشمون گوره خری، من اصلا این اسکین زیاد خوشم نمیاد. نگاه کنین تا میبینمش اصلا میخوام نایفش کنم. بعد اینجا میایم اینجوری زارت میزنیم تو کلش با چماق. داشم رضا وایتی، داشم رضا وایتی، آه پشمام. خب حالا اینو گرفتیم زدیم. فقط ببین اینجا حالا جلوتر لیدر کلن بچه میگه که من $1000 بهت میدم. خب میگه من چلنجت میکنم به این که این بازی رو وین کنی. بعد هی میگم چی؟ میگه من چلنجت میکنم دیگه، این چالشه، این یه چالشه، من چلنجت میکنم. بعد از این بازی بهم دایرکت داد گفت من $1000 بهت میدم به خاطر اینکه این بازی رو وین کردی. یه کلن گنگمون بالاست اصلا. لیدر کلن، حالا عکس لیدرم احتمالا روی کاور ویدیو دیدیم بچه، لیدر کلنمون یه گنگه، یعنی یه گنگستره. اسم کلن رو گذاشتیم اوجی گنگستر، اورجینال گنگسترز، و الکی نذاشتیم، از رو گنگ لیدرمون گذاشتیم اسمو. حالا دیگه بریم جلوتر ببینیم اوضاع چه قراره. نگاه کنید داشمون اسموک زد. بله بله داش، چه اسموک، چی مگه کاستومه؟ نه کاستومه واقعا. خب یه ریوایوی میبینیم مثل گشنه ها میپریم روش. خب اینجا حالا میپریم روش که حرف خوبی نیست، ولی خب دیگه حالا میریم روش. خب اینجا این نید میگیریم، گفتیم شانسمون بگیره نید بشه. بعد میبینیم دو روز پیش پریده بیرون. خب وقتی پریده بیرون اسنوبوردو میزنی دوباره میپیچی. بعد نگاه کنید اینجا یه باگ خیلی جالب دیدم. اینجا باگ جالبش اینه ماشینه غیب میشه. ماشین کو؟ ولی خوبیش اینه حالا میتره که دیگه از دستم در نمیره. خوبی؟ من خوبم، تو چطوری؟ اسمش رو برم. نگاه کن بچه ها، من خب درسته یه نکته رو بگم، درسته تو این بازی کیل زیادی گرفتم و وینش هم کردم خب، ولی اشتباهی که من کردم، من اصلا کاور یارام نبودم و فقط دنبال کیل بودم که یه ویدیوی خوشگل در بیارم. خب این چیز بدی، این خیلی بده. نگاه کنین الان من واقعا الان باید پیش اونا اونجا می بودم، ولی نبودم. داش میای منو نینجا شات کنی، چقدر رضا زیاد شده ماشاءالله پشمو. خب این داشمونم زدیم. فقط نگاه کنین رد پا رو دارم، صدا تیرا رو دارم، از اونجا دارن میزن یارامو، تابلو از اونجا نمیاد. خب فقط اینجا یه شانس میارم که وان شات نمیشم، خیلی خیلی اصلا سفیدم و یکیشون لو اچ پی. خدایی ولی خیلی اچ پی زد، از اون فاصله وان شات میشدم دیگه خیلی ظلم بود. خب اینجا هم اینو زدیم و تا اینجاش اول ویدیو دیده بودین، حالا بریم ادامهشو ببینیم ببین چه گنگی میزن. یه نکته بهتون بگم رفقا، زون، خب زون تو بازی بزرگترین رفیقتونه، یعنی حتی زون آخر درست خیلی قویه، اگه بتونین بچسبین به زون، با زون حرکت کنین، نرین وسط مپ، حتی اگه زون وسط مپ افتاده خب شما برنده اون بازی هستین، در صورتی که زون وسط یعنی دایره وسط توی های گرند نیافتاده باشه. یعنی مثلا اگه های گرند باشه زون افتاده باشه باید حتما بری هایو بگیری، ولی اگه اوپن بود هیچ وقت نباید بری وسط، اگه گوشه ها باید بری جلو. حالا جلوتر این تصویری بهتون میگم. یه قانون هم در رابطه با SMG شاتگان و رایفل ها هست خب،
که بعدا بهتون میگم که اصلا کلا بازیش نگاه کنین، اومد جلو اسنوبورد زد شاتگان پلیره. به این میگن مهدی کثیف. بچا اینو دیدین هر جایی بهش بگین مهدی کثیف چطوری، اسمش همینه دیگه، بهش میگیم مهدی کثیف. آره دیگه مهدی کثیف هم زدیم و بریم جلوتر. خب ببین الان من چند موندم؟ تک به هفت موندم، درسته؟ بروکن هم تو بازیه، نمیدونم خودشه یا نه. Yeah, I know he's stealing your kills, I know. We are 9 or 10. Masood, I challenge you to glitch this game. I challenge you. I challenge you. Behind you. There, yes, there. See? خب همینطور که شنیدین لیدر کلنمون بهم گفت که من تو رو به چالش دعوت میکنم که این بازی رو وین کنی و جایزه این چالش $1000 بود. یعنی من اصلا نمیدونستم، فقط گفتم لیدرمونه بزنم براش حال کنه، رفیقمونه، بچه موجود یکی از رفیقای گنگمونه. یعنی اینطوری بهتون بگم خیلی گنگش بالاست. خب بعد دیگه به چالش دعوتم کرد، منم گفتم چش بالای سرم الان برات وینش میکنم. البته خودم زیاد چیز نداشتم که بتونم وین کنم یا نه. ها حالا یه نکته جالب و خنده‌دار رو بگم بچه‌ها، به نظرم بروکن اومده خب اسکین گوره خری برداشته که 100 تا کیل بزنی اسکینه براش بمونه. آره دیگه اومده ایونتشو پر کنه که این اسکینه رو بگیره. آره فکر کنم اینجوریه دیگه، نمیدونم. نگاه کن این بازون دارم حرکت میکنم از گوشه زون، بریم جان داداشم بروکن. فقط موومنت های سیسماسی و سوسماسیشو ببینین، ببینین چجوری بروکن داره موومنت میزنه. خب نگاه کن الان دیگه از اینجا به بعد میدونم انمی اونجاست. یه مقدار اینجوری راه رفتم که صدا پام نگیرن، بعد دیگه دید گرفتم روش. خب اینو که زدیم دومیه با شاتگان و موومنت میاد، اسمشم کپی بروکنه دیگه. حالا من نمیدونم، نگاه کن موومنت پرواز داره میکنه. جانم بنازم، زدم ترکوندمت. کاردینگو آی ان دی، نمیدونم این چین اسمی داره بروکن دیگه، چه میدونم. به نظر من اومده ایونت رد کنه دیگه، حالا خودتون میدونی، من نمیدونم دیگه. من تامنیلش هم نکردم بگم بروکن رو زدم ترکوندم دیگه. آره اینجوری هات داش مسو گنگش بروس، من اینا رو بیام مثلا کاور کنم که چی بشه. شوخی میکنم بچه. آره دیگه اینجوری هست. خب دیگه اینو زدیم، حالا ازش میگذریم بریم جلوتر. نگاه کنین یه راش دیگه. خب الکی راششو نمیدم چون تو اوپنم، یه مقداری دارم براش نید میندازم که قشنگ مغزشو بتره کنم. و وقتی داره زون کلپس میشه یارم میگه بارو با مکتن بزنش. داداش درست پلیری، ولی زون بازه، تو اوپنم باید یه کاور بگیرم و بعد با گان دور بزنمش. خب گانو میگیری روش، زور تیمی میره، اصلا نیازی به دیفندرم نداشت. بچه امیدوارم این ویدیو و این گیم پلی لذت برده باشین. با اون $1000 برام تو کامنت ها بنویسین که چی بخرم. نظر خودم یه چیز 11 اینچی یا 13 اینچی، حالا دیگه نظر خودتون، من نمیدونم دیگه. حالا نظراتتون رو تو کامنت ها حتما برام بنویسین که با این $1000 چی بگیرم. خیلی دوستتون دارم، خیلی کوچیکیم، کوچیک و کوچیکینا. تا ویدیو، تا درود دیگه، بدرود.